حالا که ویروس کرونا داره توی جامعه جولان میده، رعایت بهداشت فردی خیلی اهمیت پیدا کرده. مهمترین اقدام فردی شستن و ضد عفونی کردن دست هاست و البته وسایلی که به طور مرتب ازشون استفاده میکنیم. گوشی موبایل و دستگاه های الکترونیکی هم جز به وسایلی هستن که در طول روز خیلی ازشون استفاده میکنیم. توی این ویدیو با روش ضد عفونی کردن گوشی و دستگاه های الکترونیکی آشنا میشیم. با زومیت همراه باشید. آلودگی و جرم روی گوشی هوشمند 10 برابر حجم بیشتری از آلودگی روی سرویس‌های بهداشتی عمومی داره. باکتری‌ها روی صفحه کلید کامپیوتر و نمایشگر اسمارت‌فون سریع‌تر تکثیر میشن، به خصوص وقتی که بیشتر از یک نفر از اونها استفاده کنه. ویروس‌ها میتونن بیش از 96 ساعت به سطوح شیشه‌ای بچسبن. همه اینها یعنی اگه کاربر به طور مرتب گوشیشو تمیز نکنه، تضمینی برای از بین رفتن ویروس‌ها وجود نداره. خبر خوب اینه که برای ضد عفونی کردن تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی دیگه به مواد خاصی نیاز نیست و میشه با لوازمی که همین الان توی خونه دارید وسایل الکترونیکی رو به راحتی تمیز کنید. بعضی از شرکت‌ها مثل اپل و گوگل دستورالعمل دقیقی برای تمیز کردن دستگاه‌هاشون ارائه دادن. با این حال تمام گوشی‌های هوشمند رو میشه با روش‌های مشابهی تمیز کرد. قبل از هر چیز باید بگیم که صفحه شیشه موبایل‌ها با یه لایه اولئوفوبیک روکش شده که یه ترکیب شیمیایی ضد چربیه. در واقع همون چیزیه که اجازه نمیده لکه اثر انگشت روی نمایشگر بمونه. صفحه نمایشگر تا حدودی هم در برابر آب مقاوم. استفاده از دستمال مرطوب برای پاک کردن گوشی ایرادی نداره، ولی برای جلوگیری از آسیب دیدگی پوشش شیشه یه گوشی نباید از مواد شوینده قوی مثل سرکه یا الکل استفاده کرد. از سرکه و الکل و بیشتر مواد ضد عفونی کننده قوی میتونید برای پاک کردن فریم و پشت گوشی استفاده کنید، یعنی همه جا بجز نمایشگر دستگاه. پاک کننده های شیمیایی اجزای داخلی تلفن همراه رو از بین میبرن و اگه این مواد با حسگر آبدیدگی تماس پیدا کنه ممکنه گوشی ایراد پیدا کنه. به کمک فشار هوا هم میشه گرد و غبار رو از قسمت های مختلف تلفن همراه تمیز کرد، اما باید حواستون باشه که متمرکز کردن فشار هوا در قسمت های مثل سوراخ های میکروفون میتونه به گوشی آسیب بزنه. خب این از هشدارها، اما برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن دستگاه الکترونیکی به چه چیزهایی نیاز داریم؟ دو تکه پارچه نخیه بدون پرز. یادتون باشه که نباید از دستمال کاغذی استفاده کنید، چون سطح زبر دستمال کاغذی روکش شیشه نمایشگر رو خراب میکنه و به مرور باعث ایجاد خراشیدگی روی اون میشه. صابون به خاطر همون لایه اولئوفوبیک و ضررهای شوینده های قوی که قبلا گفت. آب برای مخلوط کردن با صابون. گوش باکن یا خلال دندون برای تمیز کردن قسمت هایی مثل محفظه سیم کارت. حالا چطوری گوشی رو تمیز کنیم؟ بازم تکرار میکنم که برای احتیاط بیشتر بهتر فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید، اما اگه خواستید از آب استفاده کنید بهتره بدونید گوشیتون تا چه اندازه ضد آبه. اینجوری حد مجاز استفاده از آب رو میفهمید. یکی از استانداردهایی که گوشی‌ها دارن میزان مقاومت اونها در برابر آبه. مثلا گوشی گوگل پیکسل استاندارد IP53 داره، یعنی ایمن در برابر اسپری آب. گوشی‌های مثل آیفون 7، 7 پلاس، 8، 8 پلاس، 10 10R و گوگل پیکسل 2 هم استاندارد IP67 دارن، یعنی ایمن تا عمق 1 متری آب به مدت 30 دقیقه. همینطور گوشی هایی مثل آیفون 10S، 10S Max، 11، 11 Pro، 11 Pro Max و خانواده گلکسی های سامسونگ از S7 تا S20 و گلکسی نوت ها هم استاندارد IP68 دارن که میشه ایمن تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه. گوشی رو از قاب در بیارید. اگه قاب گوشی از سیلیکون یا پلاستیک سخت ساخته شده، اونو با آب گرم بشورید و بذارید خشک بشه. اگر قاب گوشی از مواد گران قیمت یا چرم ساخته شده، حتما از راهنمای شرکت سازنده قاب برای شستشو کمک بگیرید. تمام کابل‌های متصل به گوشی رو جدا کنید و تلفن خاموش کنید. مراقب باشین به خودتون یا گوشی هوشمند صدمه نزنید. صابون رو با آب مخلوط کنید. اونقدر صابون به آب اضافه کنید که بشه گوشی رو با دستمال مرطوب تمیز کرد. یکی از پارچه‌ها رو داخل محلول آب و صابون فرو کنید. بعد اونقدر فشارش بدید که همه آب اضافیش خارج بشه. شما به پارچه مرطوب نیاز دارید، نه خیس. تلفن همراه با دستمال مرطوب پاک کنید. دقت کنید که قسمت جلو و پشت گوشی به خوبی تمیز شده باشه. حتما میدونید که به هیچ عنوان نباید گوشی رو داخل محلول فرو کنید، حتی اگه گوشی ضد آب باشه. از پارچه نخی دوم برای خشک کردن گوشی استفاده کنید و حتی الامکان از دستمال کاغذی استفاده نکنید. قاب نگهدارنده یا همون خشاب سیم کارت رو در بیارید و تمیزش کنید. نوک گوش باکن رو داخل محلول آب و صابون فرو کنید، بعد با نوک انگشت فشارش بدید تا خشک بشه. به کمک اون خشاب سیم کارت رو به آرومی پاک کنید.
از خلال دندون هم میتونید برای پاک کردن گوشه کنارها استفاده کنید. در آخر هم خشاب سیم کارت رو با پارچه خشک تمیز کنید و سر جاش بذارید. با همین چیزا و با همین روش به راحتی میتونید همه دستگاه‌های الکترونیکی رو کاملا تمیز و ضد عفونی کنید. اما چند تا نکته. برای پاک کردن گوشی میتونید به جای گوش پاک کن از قلمو یا برس‌های کوچیک استفاده کنید. فقط باید موقع تمیز کردن درس‌ها مراقب باشید که الیاف قلمو یا برس داخل درس‌ها باقی نمونه. اگه تلفنتون استاندارد ضد آب IP68 داره میتونید اونو واسه چند دقیقه داخل کاسه آب تمیز بذارید. بعد با پارچه نخی خشکش کنید. یادتون باشه کاسه آب تمیز، نه کاسه محلول آب و صابون. به جای پارچه بدون پرس میتونید از پارچه‌ای استفاده کنید که مخصوص پاک کردن تجهیزات الکترونیکی هستن. از تابش نور فرابنفش هم میشه برای ضد عفونی کردن گوشی استفاده کنیم، اما همین شکاف‌های گوشی رو تمیز نمی‌کنه. با این حال در کنار بقیه روش‌ها میتونه مؤثر باشه. حالا نوبت شماست. شما از چه روش‌هایی برای ضد عفونی کردن گوشیتون استفاده می‌کنید؟ مرسی از اینکه با زومیت همراه بودید.